زمانی که آیت الله خمینی از عراق افتاد و راهی پاریس شد، جایی برای موندن نداشت، اما به طور موقت در یکی از خانه‌های دوست بنی سعد اسکانیا. ولی خانه‌ای که در آن سکونت داشت کوچک و رفت آمد طرفداران وی به آنجا سخت بود. وقتی این خبر به بازاران تهران میرسه، به این فکر میافتن که یک خونه آبرومندانه برای خمینی رهبر انقلاب تهیه کنند. کریم دستمالچی در این کار پیش قدم شد و خانه بزرگی رو در پاریس برای اقامت آیت الله خمینی و همراهانش خریداری کرد. اما کمتر از یک سال بعد از این کار خود پشیمان و حدود 2 سال بعد از انقلاب به جرم مفسد فلرد تیباران شد. ممنون شما قبل از دیدن ادامه ویدیو. اگر از دیدن ویدیو لذت بردید، کانال منو سابسکرایب و از ما حمایت کنید. کریم دستمالچی در خانواده معروف و ثروتمند دستمالچی که از زمان رضا شاه در بازار تهران فعال بودند به دنیا آمد. پدرش عبدالرحیم دستمالچی به همراه عده‌ای از بازاریان مثل محمد حسن شمشیری، ابوالقاسم لباسچی از حامیان شناخته شده دکتر مصدق بودند. این افراد بنیانگذاران جمعی به نام جامعه بازاریان و اصناف و پیشه‌وران در بازار تهران هم بودند. بازار تهران چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب جزو مراکز مهم اتفاقات سیاسی بود. کریم دستمالچی پیش از انقلاب در آلمان تحصیلاتش را در رشته مهندسی برق به اتمام رساند و در زمان انقلاب همراه دوستان پدرش که عضوی از جبهه ملی یا همان اصناف و پیشه‌وران بودند بر علیه حکومت پهلوی فعالیت می‌کردند. مهمترین فعالیت این بازاریان تامین مالی برخی از هزینه‌های انقلاب بود و هزینه خرید خانه برای روح الله خمینی هم به گردن کریم دستمالچی بود. خمینی وقتی از عراق به پاریس رفت، در خانه احمد غضنفرپور ساکن شد. اما این خونه کوچی بود و برای ملاقات با خمینی اصلا جای مناسبی نبود. این خبر به گوش بازاریان رسید و دنبال خانه مناسب برای همراهان آیت الله خمینی بودند که در این زمان خمینی و همراهانش به نفلشادو نقل مکان کردند. بنابر پیشبینی ها، فرآیند انقلاب زمان زیادی لازم داشت. برای همین خانه خریداری شده برای ورود خمینی آماده شد. اما به دلیل وقوع بوتنگام انقلاب، یعنی حدود 4 ماه بعد از جابجایی به پاریس، آیت الله خمینی دیگه به این خانه نقل مکان نکرد. بعد از انقلاب اختلاف جبهه ملی و جمهوری اسلامی خیلی زیاد شد. بازاریان جبهه ملی طرفدار جدایی دین از حاکمیت بودند و برای همین امثال کریم دستمالچی از آیت الله خمینی حمایت می‌کردند. ولی با وقوع انقلاب و دخالت مستقیم روحانیون در امور حکومت، جبهه ملی بر علیه جمهوری اسلامی برخاست. در خرداد سال 1360 در جریان تصویب لایحه قصاص، اعضای جبهه ملی که از این لایحه خشمگین بودند، در روز 13 خرداد با انتشار بیانیه‌ای در روزنامه پیام جبهه ملی، خواستار برگزاری راهپیمایی در روز 25 خرداد در اعتراض به این طرح شدند. جبهه ملی در بیانیه خود این لایحه را بازی با حیثیت انسانی و نابودی شأن آدمی و استدلال در عدالت دانست. این در زمانی بود که اختلافات بین ابوالحسن بنی صدر و حزب جمهوری اسلامی هم به اوج خودش رسیده بود. 5 روز بعد از انتشار بیانیه جبهه ملی، داستان انقلاب با صدور دستوری حکم به توقیف روزنامه‌های مختلفی از جمله روزنامه انقلاب اسلامی، میزان، پیام جبهه ملی و آلمان ملت داد. این اقدام باعث اعتراضات زیادی در سراسر کشور شد. بر اثر همین اتفاق، حامیان جمهوری اسلامی و جبهه ملی با هم درگیر شدند. کریم دستمالچی یکی از عاملان اصلی اعتراضات مردم بود که اونها رو به خیابان‌ها دعوت کرده بود. در سخنرانی خمینی در روز 25 خرداد، آیت الله خمینی جبهه ملی و مرتد خواند و مخالفت خودش رو با جبهه ملی علناً در این روز آشکار کرد. آیت الله خمینی همچنین در این روز به حزب نهضت آزادی مهلتی چند ساعته داد تا موضع خودش رو اعلام کنه و چند ساعت بعد مهدی بازرگان، دبیر کل نهضت آزادی، از پایبندی خودش به جمهوری اسلامی خبر داد. با وجود جو امنیتی زیاد در این روزها، مردم به اعتراض پرداختند و حتی در میدان فردوسی با نیروهای امنیتی درگیر شدند. شدت واکنش‌ها به جبهه ملی در حدی زیاد شد که به پیشنهاد شهردار تهران، خیابان مصدق که قبل از انقلاب پهلوی نام داشت، به ولیعصر تغییر کرد. اما کمال دستمالچی در این اعتراضات چه نقشی داشت؟ همینطور قبلا گفتیم، بازار تهران محل اصلی رخدادها و تصمیمات سیاسی بود و کریم دستمالچی که یکی از بازاریان معروف بود، با تحریک کردن مردم و سایر کسبه ها در این اعتراضات نقش مهمی داشت. بعد از این اتفاق، کریم دستمالچی تو بازار تهران سرای دستمالچی دستگیر شد. ابوالقاسم لباسچی که یکی از دوستان پدر وی بود، نحوه بازداشت کریم اینطور بازگو میکنه: یک روز قبل در یک جلسه با هم بودیم. به او گفتم نرو، همین الان من جو را بد میبینم، شما نرو در مغازه. گفت اگر احیانا قرار باشد بگیرن، 1000 نفر قبل از من دستگیر میشن و بعد نوبت به من میرسه، به من چیکار دارن؟ بعد اتفاقا همان روز رفتن و گرفتنش. من این در آن در زدم تا شاید بتوانم آزادش کنم. حتی همسرش از طریق قوم خیشاش یک آخوندی را دیده بود و قول آزادیش را گرفته بود.
پس از درگیری شدید 30 خرداد سال 1360 با برکناری ابوالحسن بنی سعد، اعدام‌های گسترده‌ای در قالب تیرباران در زندان‌های مناطق مختلف ایران آغاز شد. بنابر بیانیه که روز 22 تیر در روزنامه کیهان منتشر شد، کریم دستمالچی به همراه 11 نفر دیگه یک شب به شب 21 تیر در محوطه ایوین مقابل جوخه‌های آتش قرار گرفت. مرگ کریم بازتاب جهانی داشت و خیلی از روزنامه‌ها در مورد او نوشتند. بنابر بیانیه داستان انقلاب، کریم دستمالچی به جرم ایجاد ابتشار در بازار مسلمین و به ترتیب کشاندن آن، کوشش در جهت بی‌اعتبار کردن جمهوری اسلامی از طریق مصاحبه با تلویزیون‌های خارج از کشور، ارتباط با سران جبهه ملی جهت راهپیمایی 25 خرداد، کمک مالی به گروهک‌های ضد انقلاب و مفسد فی‌الارض معرفی کرد و در نهایت هم به اعدام محکوم شد.